سلام و درود به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید، خوزستان، گیلان، مازندران، کرمان، اصفهان، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان، همه مناطق ایران. سلام به شما عزیزان، عزیزانی که مطالبات مردم ایران رو در چند روز اخیر در خیابانهای ایران، شهرهای گوناگون از ایزه گرفته تا گیلان بانگ زدم. زیر آسمان ایران گرانی اجناس و کالاهای مورد نیاز روزمره مردم همچنان رو به فزونی دارد. درآمدهای نفتی ایران به کجا رفته و می رود؟ تولیدات داخلی به کجا رسیده است؟ چرا واردات از چین و دیگر جاهای جهان جایگزین تولیدات داخلی شده است؟ چرا مردم ایران بر سر گنجینه‌ای از ثروت‌های نفتی و گاز و معادن طلا و معادن دیگر محتاج نان شب شدند؟ 43 سال تجربه آنچه که جمهوری اسلامی نامیده شد و در اصل حکومت فقیه است، آیا کافی نیست که نشان دهد روحانیت قادر به اداره یک کشور، کشوری مانند ایران یا هر کشور دیگری نیست؟ آیا کافی نیست بیش از 43 سال که روشن گردد ملایان هیچ تجربه‌ای در کردار و کارهای عملی و اجرایی ندارند و کارگزاران آنان نیست؟ چون این تجربیاتی نداشته و ندارند جز آنچه که دیده ایم و حاصل فساد روزافزون و حاصل برباد رفتن درآمدهای ملی ایران و حاصل نیازمندی مردم به لقمه نانی. آزادی های اساسی انسان ایرانی پایمال شده است، از معلمان گرفته تا کارگران ایرانی و همه اقشار ایرانی. زندان ها انباشته از کسانی است که خواستار آینده‌ای بهتر برای مردم ایران هستند. در بخش نخست برنامه می‌پردازیم به عرصه اقتصادی در ایران. آقای جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی از دورتموند آلمان، میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. وقت تفسیر خبر کوتاه است و تصاویر زندانیان سیاسی بسیار. تعدادی از این عزیزان رو دیدیم. زندانیان سیاسی رو از یاد نبرید. سلام به شما آقای لقایی گرامی در دورتموند آلمان. درود بر شما و تشکر از دعوتتون و همینطور درود به هموطنان عزیزم. ممنون که با ما هستید آقای لقایی. شما به ما بفرمایید که ایران به احتیاج به نون، تأمین نون مردم، این از دست این حکومت بر نمیاد. نشون داده شده که عملا به اینجا رسید. این به کجا وابسته؟ جنگ اوکراین؟ آمریکا؟ به کی وابسته است وضعیت موجودی که در ایران جاریه و سفره مردم حاکمه؟ شما در مقدمه صحبتاتون فرمودید که 43 ساله اینها نشون دادن که قادر به اداره کشور و مملکت نیستن. حالا نه تنها یک کشوری مملکتی، من فکر میکنم دیگه آخوندها حتی اداره یک مسجد رو هم در ایران قادر نخواهند بود که اداره بکنن. یعنی برای اینکه نه تخصصشون رو دارن، نه سوادش رو دارن، و مهمتر از هر چیز همونطوری که شما هم کوتاه اشاره کردید،
فساد در جامعه ما به خصوص فساد مالی و فساد اقتصادی نهادینه شده و یعنی از بالا تا پایین این سیستم رو گرفته و حالا آمارهای بین‌المللی هم همین رو نشون میده. یک آمار ما بین 156 کشور ایران 156مین بود. منتها چرا وضعیت واقعا به اینجا رسیده؟ شما حالا از نظر منابع طبیعی، یعنی اون چیزی که طبیعت به جامعه ایران داده، به اون جغرافیا داده، دومین انرژی جهانه، یعنی مجموعه گاز و نفتی که داره دومین انرژی جهانه. و من این رو خدمتون بگم، وقتی که به اصطلاح سازمان بین المللی انرژی جهانی این آمار رو میداد، هنوز گاز نوشهر رو که در مازندران ما هست این رو توی محاسبات نیاورده و گازی که در زیر استان فارس هست این رو در محاسبات نیاورده. یعنی اگر معلوم نیست چند میلیون متر مکعب این گازها هستن. به طور قطع تفاوت ایران و روسیه که 5 میلیون متر مکعب تفاوت هست، احتمالاً این تفاوت نه تنها بیشتر خواهد شد، یعنی ایران در جایگاه اول قرار میگیره. مملکتی که دارای این منابع طبیعی هست، کشوری که 56 برابر 27 کشور اتحادیه اروپا نفت داره، کشوری که 38 برابر 27 کشور اتحادیه اروپا معادن داره، کشوری که 2 معدن تلاش در خاورمیانه اول هست، یعنی چیزی که در 90 کیلومتری تبریز و در نزدیکی های تکاب آذربایجان غربی وجود داره، با این امکانات طبیعی و کشوری که در خاورمیانه نسبت به جمعیتش بیشترین متخصصین و به اصطلاح مغزها رو داره، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در نتیجه چنین کشوری شما ببینید به چه وضعیتی. این فقط ناشی از سیستم مدیریتی هست که این حاکمیت یعنی جمهوری اسلامی بر این مملکت مسلط شده. اینها آمارهای رسمی خودشون هست. بانک مرکزی چندی پیش آقای چالنگی اعلام کرد در طی 9 سال، یعنی از سال 1991 تا پایان سال 1999 بیش از 100 میلیارد دلار از ایران خارج شده. حالا نه تنها سرمایه گذاری نشده بلکه از کشور خارج شده و عمده این پولها در ترکیه، امارات متحده عربی، گرجستان و بخشاً ارمنستان سرمایه گذاری شده. ببینید البته خب بخشای کلانش در کانادا و کشورهای اروپایی و یا امریکا رفته. خب چنین وضعیتی که وقتی هست، حالا فساد رو هم در نظر بگیرید، کمک به تروریسم بین المللی نظیر هشت و شعبی و حزب الله لبنان و سوریه و یمن و بقیه جاهای دیگر هم شما اینها رو بیارید توی این محاسبات، بعد ببینید واقعا از اون مملکت دیگه چه میمونه. امروز مسئله این هست که دیگه مردم همونطوری که شما اشاره کردید مسئله نان هست. یه زمانی 50 سال پیش شعار این بود یا خواست این بود که ایران ژاپن دوم بشود در آسیا، تلاش این بود که ایران از نظر جغرافیایی در آسیاست ولی از نظر اقتصادی و سیاسی باید هم مرز اتحادیه اروپا قرار بگیره، مثل ژاپن و مثل کره جنوبی که امروز درست یعنی جزئی از اتحادیه اروپاست، یعنی اجناس اینها بدون گمرک وارد اتحادیه اروپا میشه، فرق نمیکنه چه چیزی، و بالعکس یعنی اجناس اتحادیه اروپا هم بدون هیچ محدودیتی وارد کره جنوبی و ژاپن میشه. ما میبایست به اینجا میرسیدیم و میتونستیم واقعا برسیم، ولی متاسفانه حالا این فاجعه 57 امروز مسئله رو به اینجا رسونده. مسئله فقط نان نیست، الان بخشای جنوبی و مرکزی ایران بر اساس تمام پیشبینی هایی که مراکز بین المللی جهانی دارن میکنن به دلیل مسئله کم آبی و مسئله که مدیریت غلط تو این زمینه شده، احتمالاً تا
15 یا 20 یا 30 سال آینده تخلیه خواهد شد، یعنی مردم تبدیل به بیابانی خواهد شد که اصلا قابل سکونت نباشه. اینا جامعه ایران رو به اینجا واقعا رسوندن و الان همونطوری هم که شما اشاره کردید مسئله نان مردمه دیگه. مسئله برای این نیست که آقا ما چرا سوئیس نشدیم و یا داریم گام های بلندی برمیداریم برای ژاپن شدن. من گفتم بعد شما به عنوان یک متخصص نیست به این نتیجه رسیدید که در اثر این مجموعه که آمدن بر سر کار و آنچه که بر سر ایران اومده. به ژاپن دوم در زمان پیش از انقلاب پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی روانش شد وعده ژاپن دوم شدن رو میداد که به هر حال ایران توانایی های بالقوه داره، همونطور که آقای لقایی اشاره کرد برای ژاپن دوم شدن که مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفت این آرزو و این امید و این خواسته و این هدف هرچه عنوانش بریم از طرف مخالفان، ولی بالقوه میتونست کمان که سنگاپور، کمان که کره جنوبی ژاپن دوم شد و کشورهای دیگه حتی مالزی به نحوی، و یک زمانی میگفتن آقای لقایی های دونست میگفتن ایران میخواد ژاپن دوم بشه ولی بنگلادش دوم شد. ولی امروز روز خوشبختانه ما میبینیم بنگلادش هم تولیدات بسیار داره، جلب سرمایه های خارجی بوده در اونجا و همینجا در آمریکا، در بازار آمریکا من اجناسی میبینم که ساخت بنگلادش هست، مثلا لباس و بقیه موضوعات. علی‌رغم انتقادهایی که پیش از انقلاب بود و قابل اصلاح و در مسیر اصلاحاتی که لازم بود مختصری در زمینه های مثلا سیاسی، ایران در مسیر قرن 20 و 21 بود. آقای لقایی عزیز ببینید، اشاره کردید شما به معادن طلا، گاز، نفت و ایران صاحب معادن دیگری نیز هست. یکی از منابع درآمدش هم منبع درآمد هم توریسم هست و یکی البته از منابع بسیار مهمش نیروی انسانی است که شما اشاره کردید. ولی معادن غیر از طلا و نفت و گاز؟ بله، ببینید، خب معادن مس، معادن به اصطلاح آهن و همین مسئله توریستی که شما اشاره کردید جناب چالنگی، ببینید در سال، البته مسئله قبل از کرونا، در سال 1,200,000,000 نفر، یعنی 1,180,000,000 نفر توریست در جهان به اصطلاح بوده بر اساس آخرین آمارهای سال 2019 که پایان سال 2019 است. از این سهم شما ببینید کشور ترکیه ششمین توریست جهان رو در اون زمان داشت جذب میکرد و بیشترین درآمد ترکیه یا چیزی که در اون پنج ردیف اول قرار داشت مسئله توریست بود. ایران جاذبه های توریستی بسیار زیادی داره. من به یه نکته اشاره بکنم، شما هم حتما میدونید، شاید بسیاری از بینندگانم بدونن، الان بخشی از توریست کبیری هست، یعنی در جهان یه چیزی حدود 40,000,000 نفر در سال توریست کبیرها هستن. ما حتی کبیر ایران که یک زمانی میگفتن آقا از این چه میشود در آورد، یکی مسئله توریست است. شما خب این آمخ موقعیت کبیر ایران، من حالا اینو مثال زدم، درست طوری هست که ما در حاشیه های کبیر بسیاری شهرهایی رو داریم که واقعا از نظر تاریخی دارای بسیار بناهایی هستن که برای توریست جاذبه داره، مثلا مثل یزد، مثل کرمان، خب اصفهان. در نتیجه حالا این یه مسئله، باز من راجع به انرژی گفتم، سازمان بین المللی انرژی جهانی برگشته گفته که کبیر ایران برای گرفتن انرژی خورشیدی در جهان بی‌نظیر است، یعنی ما در اونجا اگر این امکانات خورشیدی رو، و بعد محاسبه کرده نوشته از این انرژی خورشیدی اگر گرفته میشد 1/3 میتونست
کل برق ایران رو تامین کنه و دو سومش رو میتوانست به کشورهای همسایه صادر بکنه. خب این سرمایه هایی که در اون جامعه وجود داشت، اینا همه چیزهای عملی و امکان پذیر بوده، نه اینکه بر اساس تخیل. اینها چیزهایی است که سازمان انرژی جهانی 10 سال پیش این رو حدودا شاید هم بیشتر اعلام کرده بود که کبیر ایران چه امکاناتی داره. در نتیجه مغزهای ایران هم که ببینید برای یک کشوری که واقعا در حال توسعه هست، ما شاید بیش از حد نیاز هم این تخصص ها رو داشته باشیم و ایران میتونست امروز در شرایطی قرار بگیره که ما نیروی کار از خارج واقعا وارد بکنیم. کما اینکه شما خاطرتون هست در سالهای 54 55 56 ما بسیاری از تخصص ها رو مجبور بود ایران از خارج وارد کنه، برای اینکه کمبودش رو داشت و این به این معنا نبود که متخصص ایرانی بیکار بود، هیچ متخصص ایرانی بیکار نبود، ولی چون کمبود داشت علتش این بود که اقتصاد رشد اقتصادی 15% 18% در سال بود و ما صادرات داشتیم، یعنی کولر ایرانی، یخچال ایرانی و بسیاری از این قبیل صنایع در تمام کشورهای همسایه از جمله اتحاد جماهیر شوروی اون زمان میرفت. کفش ملی وقتی میرفت تو شوروی براش صف می‌بستن که کفش ملی ایران رو بخرن و به قول خودشون تبدیل شده به مسئله زیرمیزی، یعنی جامعه ایران داشت این گام‌ها رو بر می‌داشت، ولی خب متاسفانه وضعیت به اینجا رسید و الان واقعا فاجعه است. یعنی الان باید ایران رو نجات داد، یعنی دیگه الان مسئله بر سر این نیست که مردم به فکر این باشن که مثلا فرض کنیم مسئله اساسیشون همینی که شما گفتید، مسئله نان و مسئله نجات ایران. امروز تمام نیروهایی که واقعا دلشون برای ایران میتپد و مغزشون برای ایران میاندیشد، از هر فکر و از هر اندیشه و از هر جناحی هستن، باید روی دو سه مسئله اساسی با همدیگه هماهنگ بشن و همگام بشن، وگرنه امکان نداره این جامعه به سرانجام محسوب برسه. خب ببینید به این موضوع حتما میرسه. من فقط اشاره بکنم به یک نکته، چون اشاره کردیم برای صادر کردن برق، شما خاطرتون باشه که قطعا به یاد میارید و بسیار از بینندگان هم نسل من و شما، که در ایران برنامه سد رضا شاه بالای رودخونه کارون بالای مسجد سلیمان بالای گودال لندر، در اونجا سدی رو که میزدن قرار بود اراضی عقیلی که تقریبا از اندیمش تا نزدیکی های اهواز ادامه شده تر عظیمی بود، این سد موقعی که به بهره برداری برسه تا سال 1361-2 ایران صادر کننده برق می شد، اما با انقلاب آمدند و اطرافیان آقای ونیسد با ایف و میل هایی که در اون زمان را افتاد، در همون زمان های اولیه انقلاب صد و یک شرکت ایتالیایی به نمایندگی از ایران تحویل گرفت از شرکت های سازنده و هرچه هم گفته شد که این ناقص هست و اینها قبول نکردند و به هر حال چون پول های درون رد و بدل می شود. این داستان هست. اما اشاره کردین صحبت رو به اینجا کشید آقای لقایی که باید مردم در داخل ایران دارن با همه سختی هایی که هست دارن کار میکنن، یعنی اومدن اعتراض میکنن، همه اینها هست، همه این نکات هست میبینیم، حتی در زندان ها. من برنامه دوشنبه شب به این موضوع اشاره کردم، کسانی مانند یاشار تبریزی، کسانی مانند خالد پیرزاده، کسانی مانند هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، آقای مرتضوی، آقای دکتر کمال جعفری، صدها زندانی سیاسی که از درون زندان هم صدای اعتراضشون شنیده میشه علیرغم مشکلاتی که داره. خب در خارج از ایران مخالفینی که من عنوان اپوزیسیون رو به راحتی نمیدم به این، آیا این ساده ترین کارها ازشون ساخته نیست به نظر شما در آلمان، همین آمریکا، جاهای دیگه، که به طور مثال این خبرگزاری ها رو وادار کنن
با فرستادن نامه و اقداماتی از این قبیل، ایمیل، هرچی، تماس‌های مختلف، تجمعاتی که برن و منعکس کنن اونچه که در ایران داره روی میده. چون زیاد من ندیدم. بله درست فرمودید. فرانسه، رادیو تلویزیون‌های اروپا، آمریکا زیاد دیده نمیشه. بله دقیقا همینطوری که دارید میگید. حالا این میتونه یه کار باشه، ولی الان واقعا مردم ایران، یعنی شرایط ایران به گونه‌ای داره پیش میره که این هرچی جلوتر بره سرعت میگیره. و درست مثل همین مسئله گرانی که شما نگاه کنید، خب از زمانی که جمهوری اسلامی قدرت رو گرفت، از سال 1357 که وضعیت به هم خورد، نرخ تورم در ایران دو رقمی شد. ایران به برکت جمهوری اسلامی تنها کشوری است در جهان که بیش از 43 سال نرخ تورم دو رقمی داره. یعنی شما حتی ونزوئلا و حتی زیمبابوه رو شما نمی‌بینید 43 سال مداوم نرخ تورم دو رقمی داشته باشه. الان وضعیت، من میخوام اینو بگم، داره شدت میگیره و این چیزی که ما در خیابان‌های ایران داریم می‌بینیم، ببینید شو با رژیمی سر کار دارن این مردم که در فاصله 3 روز در سال 98 آمار از 2300 نفر کشته هست تا 6000 نفر. ولی اگر حداقل رو با همون 2300 نفر، یا رویترز گفت 1500 نفر، هیچ کشوری دیگه در جهان، حتی روسیه پوتین رو شما نمیبینید، یا اونچه که در بلاروس اتفاق افتاد یا روسیه سفید اتفاق افتاد که مردم آمدن تظاهرات کردن، در فاصله یک هفته 10 نفر یا 15 نفر کشته شدن. در نتیجه با یه همچین رژیمی این ملت، خودمون میدونیم هست، که 3 روز حداقل روزی 500 نفر تا بالای 1000 نفر این رژیم کشته، ولی با تمام این احوال مردم کف خیابان‌ها رو رها نکردن و این جنبش به جلو خواهد رفت. وظیفه اپوزیسیون این هست، در این شرایط میبایست واقعا روی فقط نجات ایران و براندازی این رژیم و این که آقا ما بعدا دموکراسی میخوایم، این باید روی این توافق بشه. این چیزی هست، خواستی هست که این ملت 117 سال دنبالشه. توافق، اجازه بفرمایید، توافق گیرم که مثلا چند نفر مخالف سرشناس نشستن با همدیگه توافق کردن که ایران رو نجات بدیم، یک پارچگی ایران، و بازم از همون انشاهای سالیان سال. راه های عملی این رو من دارم اشاره میکنم، در واقع اشاره میکنم این که چه گام های عملی میتونن برای این کار بردارن. در این چند روزه مثلا چه کارها میتونستن مخالفان بکنن، اونایی که صدای بلندتری دارن، دسترسی دارن، بیان. یکیش همین بود که شما فرمودید که خب آقا جلوی لااقل سفارتخونه ها به خبر گزاری ها نامه نوشته بشه که آقا چرا مسائل ایران رو شما انعکاس نمیدید، و واقعا انعکاس نمیدن. بلد. یعنی این عملها در شهرهای مختلف تظاهرات هست، اصلا انعکاسی داده نمیشه. خب این مستلزم این است که یک جمعی به وجود بیاد. ببینید با چند نفر نمیشه، میبایست یه جمع وسیعی به وجود بیاد. متاسفانه تا الان صورت نگرفته، من نمیدونم چرا این جمع به وجود آورد. این سوال من شاید نمان از شما بکنه. ببینید مثلا فرضاً تو این چند روزه من تنها جایی که دیدم، مثلا شاید جای دیگه از اطلاع رسانی دقیق نکردن، سازمان مجاهدین بوده رفته جلو کاخ سفید در اینجا واشنگتن، در روز یکشنبه اعتراضاتی داشته، میشه موافق این سازمان بود، مخالفش بود، انتقاد داشت و هر چه، ولی چون این کاری رو مثلا آیا نمیشه تجمعات به این شکل راه انداخت، جاهای مخالف، افراد مخالف سابقا بود، در زمان اوائل بعد از انقلاب چون این تحرکی در خارج از کشور دیده میشد، چون میتونن صدای داخل ایران باشن. یعنی اختلافات سیاسی به کنار، تفاوت‌های سیاسی، شما فرمودید که ایران رو نجات بدید، ایران رو
به هر حال همه ایرانی ها صاحب سهم هستن در ایران، صاحب اون کشور هستن و همه وظیفه دارن برای نجات اگر حس میکنن کاری بکنن. چون این نیست ایرانی که دقیقا درست میفرمایید. البته ببینید مثلا دیروز در هلند که من خودم هم اونجا بودم، یه تظاهرات بود در رابطه با حمایت از معلمان و همه کسانی که در خیابان هستن، ولی متاسفانه اطلاع رسانی ضعیف هست توی این زمینه. ایرانیایی که در اونجا به هر حال خب میدونید کشورها نزدیک به همه و فاصله ها زیاد چیز نیست، از کشورهای مختلف، حالا علاوه بر خود هلند از کشورهای دیگه هم یه تعدادی همجوار هلند آمده بودن، ولی خب اینا باید اطلاع رسانی بشه، اینا باید به اصطلاح یه بخشای وسیعی این رو بدونن و این مسئله، حالا علاوه بر خبرگزاری‌های خارجی، مهمترین مسئلهش برای هموطنان داخل ما هست که اونها لااقل میبینن در خارج از کشور هموطنانشون دارن ازشون حمایت میکنن و صداشون هستن. این باید جناب چالنگی باید یه هماهنگی بسیار سریعی به وجود بیاد ما بین نیروهای اپوزیسیونی که واقعا خواهان براندازی این رژیم هستن و نه کسانی که یه مقدار رنگ عوض کردن یا به هر حال توی این چند ماهه یا یکی دو ساله یه ذره این ور اون ور شدن، یعنی واقعا اپوزیسیونی که میخواهد این رژیم برود و ایران در خطره، یعنی وضعیت در ایران بسیار بسیار حاد هست و اگر این بار هم اپوزیسیون به درستی عمل نکنه معلوم نیست که اوضاع به کجا برسد. یعنی حتی اگر جمهوری اسلامی هم بر اساس شورش اجتماعی به زیر کشیده بشه معلوم نیست دو مرتبه چه چیزی در بیاد از وسطش. اینه که میبایست اپوزیسیون، یعنی کسانی که واقعا برای ایران و به اون مملکت مدیون هستن، ما اوکراین رو نگاه بکنید، این ملت با اون زمانی که روسیه بهش حمله کرد ببینید واقعا چگونه مقاومت کرد، اصلا تسلیحاتش در برابر روسیه بسیار بسیار اندک بود، اما اون چی که باعث شد روسیه تا به امروز حتی عقب نشوندن در بخشایی تا مرز خود روسیه، در واقع روحیه بالای ملت و مردم اوکراین بود که کار رو بگیرد. تفاوت البته بعد اونجا در اشغالگران خارجی هستن، روس ها هستن، ولی در ایران خب به هر حال اینا که در سر کارن درست که مردم فاصله دارن باشون ولی به هر حال ایرانی هستن. من اینطور میبینم که در جهان آزاد، کشورهای آزاد، مخالفانی که به هر حال بعضی از اونها رو بدون هیچ تردید زخما و دردهای مردم ایران به اصطلاح باعث درآمدهای مالی از و کمکهای مالی اینهون شده، اون به جای خود، اما در ایران آقای لقایی وقتی که در شهر ایزه گرفته با اهواز جاهای دیگه بدون هیچ گونه آزادی و با همه خطرات هماهنگی هایی به وجود میاد که یک مرتبه و همزمان میان در خیابون، این یک قدرته از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم. و این قدرت اجتماعی، شما اوکراینی که مثال میزنی در 2014 چون اتفاقاتی در جاهای مختلف افتاد، در همین اوکراین افتاد، و این قدرتی که هست در خود مردم توانایی تولید رهبری را بدون تردید داره، یعنی اینی که یعنی توانایی حتی در گام‌های بعدی چشم پوشیدن و دور شدن از توقع از کسانی که خود رو مخالف حکومت میدونن در خارج از ایران، میتونه این قدرت دورتر بشه و خودش رهبرانی رو انتخاب کنه بدون تردید. وقتی که به طور میگم زیر چنین فشاری به طور هماهنگ میبینیم گاه در سراسر ایران میاد، چنین نیست؟ بدون شک اینطور هست. ببینید در طی این سالها به طور قطع یک هسته های به اصطلاح مقاومت یا یک هماهنگی هایی که حالا به شکل های مختلف با همدیگه در ارتباط قرار گرفتن
حتما در ایران به وجود آمده. همونطوری که اشاره کردید در نقاطی که آدم میبینه یه دفعه هماهنگی و یک باره حالا مسئله معلمان که خب به کنار، اونا اصلا علنن یه کمیته دارن ولی به طور قطع افرادی هم هستن که به طور مخفی دارن عمل میکنن و برنامه‌ریزی میکنن و در درون مردم هم این هست. این در درون شهرهای یه مقدار کوچکتر به نظر من بیشتر شکل گرفته و بیشتر داره این هماهنگی داره صورت میگیره و حتما از درون اینها تا الان رهبران میدانی یا مبارزانی که در واقع دارن مسئله رو توی اون صحنه نبرد دارن به اصطلاح دارن عمل میکنن به وجود آمده، ولی میبایست این هماهنگی در تمام شهرهای ایران صورت بگیره و هرچه سریعتر میبایست به اون نقطه رسید. ما صحبت اونم یه مقدار در مورد این کسانی است که در خارج از کشور واقعا هستن. به هر حال مسئولیت داریم ماها در قبال هموطنانمون و در برابر مهمتر از هر چیز کشورمون، مملکتمون رو اونجا. در نتیجه این میبایست سرعت بگیری همچین مسئله رو. من کاملا با نظر شما موافق هستم و این در درون ایران به وجود آمده و امید این هست که هرچه سریعتر این پیوندها ما بین شهرهای مختلف به هم وصل بشه. سپاس بسیار داریم شما و این نکته رو من اشاره بکنم که بدون تردید قدرت گرفتن اعتراضات مردم اثرگذار خواهد بود روی پایتخت های به اصطلاح مؤثری که در حال حاضر با حکومت فقیه به هر حال همراهی میکنن، مماشات میکنن و به نحوی گاه حمایت های مستقیم و غیر مستقیم به وجود میارن. وقتی که در کفه بگذارن و ببینن مردم چه قدرتی دارن و آینده این حکومت کمرنگ و کمرنگتر بشه. سپاس بسیار داریم از آقای جهانگیر لقایی، کارشناس امور اقتصادی، تحلیلگر سیاسی در دورتموند آلمان. با سپاس. با تشکر از شما. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو لحظاتی دیگر. یکی از آموزگاران ارجمند ایران، آموزگاران پیشین با ما خواهند بود، میهمان تفسیر خبر خواهند بود، عضو کنونی حزب پانیرانیست ایران و دبیر کل پیشین این حزب، سالها در خدمت مردم ایران در جایگاه معلم و مدیر مدرسه بودند. سرکار خانم زهرا صفارپور. تا لحظات دیگر. سرکار خانم زهرا صفارپور در سان فرانسیسکو. سلام و درود به شما، خوش آمدید به تفسیر خبر. سپاس از شما و مسئولین صدا یا سیمای ایران فردا و از این فرصتی که به من دادید. به نام پایندگی ایران در خدمت شما هستم. من سپاسگزار شما هستم. همکارانم در شبکه ایران فردا به نمایندگی از همه همکارانم سپاسگزار حضور شما هستیم. سرکار خانم صفارپور، با سابقه طولانی که در هر دو عرصه، در عرصه آموزش معلمی شغل ارجمند آموزگاری داشتید و عرصه سیاسی حزب پانیرانیست ایران سالیان سال، اون چه رو که در ایران میگذره چگونه میبینیم؟ به خصوص در ارتباط با معلمان مایل هستیم ابتدا نظرتون جویا باشیم. معلمان به دنبال چه هستن؟ جناب چالنگی، درود میفرستم واقعا به همه همکارانم، چه جوانان شاغل چه
پیشکسوتانی که الان بازنشست شدند اما در صحنه سیاسی ایران جای دارند. صحنه سیاسی و صحنه فرهنگی ایران جای دارند. این فرهنگیان بر نخواستند. روزهای اول شاید تصور بر این بود که همکاران ما بهانه کردن معیشتشون رو برای اینکه بیان به صحنه، چرا که در طول این مدت خود من بودم، یعنی خود من از سال 57 که تقریبا سالهای نیمه خدمتم رو طی کرده بودم، یک سوم از خدمتم رو طی کرده بودم و دو سوم دیگرش باقی مونده بود، به درستی دیدم که تنها نهادی که در رژیم جمهوری اسلامی، تنها سازمانی که بیشترین صدمه رو خورد، بیشترین صدمه رو تأکید میکنم، آموزش و پرورش بود. ما داشتیم میرفتیم، ایراداتی بود، نه اینکه نبود در نظام گذشته، ولی داشتیم میرفتیم به سویی که جوانان ما، بچه های ما در مدارس، در دبیرستان و همینطور ادامه میدادن تا دانشگاه، در یک مسیر ملی حرکت کنن، در مسیری که وقتی شما به درستی میدونید که بعد از سال 41 برای بانوان حتی سربازی به عنوان یک وظیفه در اومد، برای دوشیزگان ما رفتن به روستاها، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج، اینها به خاطر این بود که همه ملت ایران حق دارن از حقوق مساوی برخوردار بشن. و من به عنوان یک فرهنگی و همسر یک فرهنگی که از مدرسه بیبیان مچه سلیمان شروع به کار کرد تا به معاونت وزیر آموزش و پرورش دوران روانشاد دکتر عاملی رسید که به دست حکومت کشته شد. این رژیم اسلامی واقعا به جوخه‌های اعدام سپرده شد و خودش هم جانش رو بر این جهت، همسرم از دست داد، در زندان او رو بردن و یک مرد 50 ساله با نزدیک 2 متر قد رو بردن با یک وزن 120 کیلویی، بعد از یک سال 54 کیلو اومد بیرون، خمیده تا افتاد به بستر بیماری تا مرد. خب برای چی این کارا رو میکردن؟ اونا برای اینکه دنبال کسانی مشابه همسر من بودن که عشق به وطن داشتن. معلمین تربیت می شدن که فرزندان جامعه رو از فرزندان خودشون ارجح‌تر بدونن. هدفشون هدایت فرزندان باشه. هدف این نبود که ما بیایم بهشون شرعیات یاد بدیم، بهشون دینی یاد بدیم، بهشون فارسی رو اگر می آموزیم بگردیم مثل جمهوری اسلامی لای بلای کتاب های کسانی که بیان شستشوی مغزی بدن بچه ها. در طول این سال ها همکاران ما متوجه شدن که اونها یه عامل شدن بر دست جمهوری اسلامی، اسیرانی که باید هرچی بهشون میگن همون گونه جواب بدن. جناب چالنگی، من سال 62 به یاد دارم دبیر ادبیات دوره تاریخ جغرافی بودم، اول دوره راهنمایی. بگذاریم که تمام مدیران لایق مدارس رو من از خوزستان به تهران بر مسائل سیاسی انتقال پیدا کرده بودیم، داستانش طولانیه، ولی همونجا من دیدم که شایسته ترین مدیران مدارس رو برداشتن و رفتن از تو مسجد، هم برای مردا هم برای زنا مدیر آوردن اونجا.
مدیری که بیاد فقط هیکل منو بپاد به من بگه که کفش پاشنه بلند نپوشی را بری حرکت میکنی چاقی ها. اما من چه عذابی مشابهین من باید تو کلاس ها میکشیدیم، با درس هایی که تغییر کرده بود، با کتاب هایی که تغییر کرده بود. گل سجاده اش به وقت نماز، یه روزی یادمه به همین آقای حداد عادل که مسئول کتاب های درسی ادبیات فارسی کودکان و نوجوانان و جوانان شده بود و کتاب ها رو ایشون مجوز نوشتنش رو میداد، در یک نشست فرهنگی به ایشون گفتم آقا من چطوری به دانش آموزم بگم گل سجادت به وقت نماز میشه کفت؟ اینا چی براش تعبیر کنم؟ چرا اشعار شاهنامه رو برداشتید؟ چرا کتاب ها رو تهی از مسائل فکری و اندیشه ملی کردید؟ چه هدفی دارید؟ جناب چاللنگی، کسی جلوی منو که با اون آدم بود که میشناختمش و خوزستانی هم بود، یعنی در خوزستان تدریس میکرد، اومد منو گرفت کنار گفت که مگه از سرت گذشتی؟ تو کی هستی اینطوری حرف میزنی؟ گفتم من کسی هستم که توی کمونیست رو میشناسم و همسرم تو رو نجات داد، من همونم. گفت تو زن مهدی صفارپوری؟ گفتم بله. بله، من نمیتونم ساکت وایسم این بچه هایی که وجودشون سرشار از عشق به وطنه وقتی از من میپرسن که خانم واقعا این چیزایی که دارن به خورد ما میدن یعنی چی؟ ما نمیفهمیم، ما تو خانواده هامون یاد نگرفتیم. من نمیتونم به بچه دروغ بگم، من واقعیت رو میگم. ایشون منو تهدید به مرگ کردن، سالش 62، ولی من کنار نیومدم، من کوتاه نیومدم. همسر از دست دادم، فرزند از دست دادم، الان در تبعید در آمریکا هستم، اما تا زنده هستم به راه خودم ادامه میدم، به راه همکارانم که امروز متوجه شدن دیگه مسئله معیشت نیست، مسئله نابودی ایرانه، از بین بردن فرهنگ و تاریخ و پیشینه ایرانه. به همون دلیل بلند شدن تا تیشه رو به ریشه اصلی بکوبن. این نقش امروز همکار منه. من توضیح بدم، اشاره کردن به جناب مهدی صفارپور، روانشون شاد، در خوزستان بودن، همونطور که اشاره کردن در بیبیان، منطقه بیبیان، مدرسه بیبیان هم نسلان من بیاد دارن جناب صفارپور رو، بعد از روانش شاد و محمد میداودی از مدیران بودن و معلمان ارجمندی مانند آقای ایزدی و کسان دیگه، که مدرسه بسیار بسیار خوبی بود. روان همگان شاد از افتخارات خوزستان بودن، همونطور که سرکار خانم زهرا صفارپور از افتخارات همیشه خوزستان بودن، افتخارات همه کسانی که دل در گروه ایران دارن، آبادی ایران دارن، سرفرازی ایران داشته و دارن. خانم صفارپور گرامی، دخیرنم که آقای خامنه‌ای آمده و گفته بازم این کتاب های درسی رو باید بتکونیم و مواد و مفاد دیگه همون انقلاب فرهنگی که اسپردن درش بگنجونیم، و همونطور که شما فرمودید از فردوسی و حافظ و خیام و ایرج میرزا و بقیه تویی کردن و مفادی آیت الله بهجت و بقیه رو در اونجا جای دادن. ببینید آیا این نیست قضیه که در زمان رضا شاه چند کار یا چندین کار مهمی که روی داد در ایران، یکی گرفتن آموزش و پرورش از دست ملایان بود، دادگستری بود و اقدامات دیگه. و وقتی که آخوندها به برکت انقلاب به قدرت رسیدن، خب در پی این اومدن که
پس بگیرن اون چیزی که به اصطلاح رضاشاه از اونها گرفت. چون این نیست، یعنی آموزش پرورش اخیراً هم که گفتن باید در هر مدرسه یک آخوند بکاریم در. دقیقاً درست میفرمایید، چون این است. ولی اون تأثیراتی که در روزگار رضاشاه بعد از حکومت چند صد ساله یا 200 ساله قاجار، ایران در یک شرایطی قرار گرفت که به راستی یک تغییرات و جهش فکری بین برخی از بزرگان و نویسندگان و عاشقین به وطن به وجود اومد. و علارغم اون که بسیاری معتقد بودند که رضاشاه مستبده، رضاشاه بیسواده، رضاشاه چیزی نمیدونه، ولی من به عنوان یه فرهنگی میگم نه سواد، نه مال، نه نوع خانواده، هیچ کدوم اینا جای یک وطن پرست رو نمیتونه پر کنه. رضاشاه وطن پرستی بود که از روز اول که اومد خودش کتاب نخونده بود، اما اجازه داد که تمام کتاب نویسان زمان خودش، تاریخ نویسان بیان و تاریخ گذشته ایران رو براش تعریف کنن. این تعریف از گذشته ایرانه که اون احساسات ملی رضاشاه رو به حرکت در میاره تا ایران رو به جایی برسونه که شایسته زمان حال خودش باشه. ایرانی که خودش از نظر فرهنگی 2500 سال 3000 سال پیشش دارای یک قدرت جهانی و یک تمدن فرهنگی بود، خواست ما رو به اونجا برسونه، ولی هنوز این تأثیرات آخوندیز در مملکت ما حاکم بود و اجازه نمیداد بیشتر از دو تا نسل از پهلوی رو بیشتر اجازه نداد. نه تنها جامعهمون جناب چاللنگی، که جهان هم نگران این قدرت ایران در دل زمین که خود شما به درستی میدونید روان برادرتون شاد باشه شاعر بودن، من پیگیر میشدم، به درستی میدونید که ایران دل زمین بود و ایران در منطقه خاورمیانه با وجود پادشاهی پهلوی داشت میرفت به یک سمت سویی که اتحاد مذهبی، اتحاد قومی، اتحاد زبان فارسی در منطقه به وجود بیاد. در اون صورت بود که اگر این اتفاق میافتاد، متاسفانه یا خوشبختانه از نظر ما و متاسفانه که به انجام نرسید، مانع حضور قدرت‌های جهانی در منطقه میشد که امروز میبینیم 50 سال است، نیم قرن گذشته و آقایون در گوشه و جهان قدرت‌های جهانی نشستن و برای ما تصمیم میگیرن. آخوند باید بدونه که ایرانی رو که در دوران او جوان و نوجوانی که در دوران او به وجود اومده زندگی میکنه به راه او نخواهد بود. اون از پستوی اتاقهای پدر بزرگا تاریخ رو بیرون کشیده، خونده که کیه، خونده که ایرانی چه شایستگی داشته. بنابراین اطمینان به شما میدم، با اینکه خودم بودم 20 سال خدمتم رو، بیش از 20 سال، چون چند سالم در به دلیل شرایط زندگی نامساعد و بیماری همسر در مدارس انتفاعیشون کار میکردم، نه مدارس غیر انتفاعی، انتفاعیشون کار میکردم و دیدم که چه بلای سر فرهنگی آوردن و دیدم که چقدر سعی کردن دانش آموزا ما رو
از مسیر ایرانی بودن دور کنن، ولی اونا خوشبختانه در شرایط اینترنت امروز همون بچه ها راه خودشونو پیدا کردن. توی این اعتراضات جناب چاللنگی وقتی به قیافه ها نگاه کنید همه زیر 30 سالن. در خدمتتون. خدمت از ماست. ممنون از همدردی و در مورد برادرم هوشنگ سپاسگزارم. روان رفتگان شما نیستم. وقت ما کمه، حدود 2 دقیقه وقت داریم. سرکار خانم سفارپور، ببینید اشاره کردید خود شما، اینها با جهان معاصر در حال جنگن. جوانایی که پس از انقلاب به دنیا اومدن میبینیم به هر طریقی که بتونن با کانالهایی که ایجاد میکنن، مشکلاتی که از اینترنت رو میبندن، همه این کارها باز نقبی میزنن به قرن 21. الان از ایزه نمیدونم شما تشریف بردین یا نه، فرصتی داشتین در اون سالها، بله، تا گیلان، کردستان، جای مختلف با تظاهرات میرین. آیا اینا میتونن پیروز بشن در جنگ با زمان؟ حدود 2 دقیقه وقت داریم سرکار خانم سرکار. به نظر من پیشنهادم اینه که گروه ها به هم دیگه بپیوندن، همونطور که معلم به کارگر پیوست. خانواده ها، پیشنهاد میکنم به پدر مادرای فرزندان این سرزمین برن و همراه کارگران، همراه فرهنگیان، همراه مطالبه گران برن به هم بپیوندن. ایرانمون رو باید نجات بدیم. ایران داره از هر سو داره از هم میپاشه قربون. شما به هر نقطه از ایران نگاه کنید در حال فروپاشیه، اخلاقی، انسانی، فرهنگی، اقتصادی، آب و خاک، همه چیز داره فرو میپاشه. باید به هم بپیوندیم، باید دست در دست هم بدیم و انتظارم از فضاهایی چون فضاهایی که شما ایجاد میکنید و اطمینان دارم در ایران بیننده زیاد دارید جناب چاللنگی، استدعام اینه در مسیر حرکت ملت ایران باید حرکت کنیم و این حرکت رو اجازه ندیم که جمهوری اسلامی به پای بیگانه دشمن ببنده. نه، ملت ایران از شما گذر کرده. رضا شاه روحت شاد برای این است که فروپاشی شما رو انتظار داره، نمیخواد که دیگه این حکومت بر فرزندان این سرزمین حاکم باشه. من آخرین وصیتم به هموطنانم اینه که برن بپیوندن به معلمین، به کارگران، به مال باختگان، به معترضین، به جوانانی که زندگیشونو دارن از دست میدن، به جوانانی که با دکترا میرن رانندگی، میرن یه ماشین میخرن که فقط مسافر کشی کنن، بتونن شکمشون سیر کنن. از اعتیاد نجاتشون بدیم، از بدبختی نجاتشون بدیم. نجات ایران در گذر از جمهوری اسلامی، با پوزش از وقتی که از شما گرفت. تمنا میکنم. برنامه خود شماست، برنامه شماست، فقط بخت ما کوتاست. سپاس بسیار داریم از شما. سپاس بسیار داریم از شما سرکار خانم زهرا سفارپور و امیدواریم وقت داشته باشین در شماره‌های آینده تفسیر خبر نیز باز در خدمتتون باشیم. تفسیر خبر تریبون شماست، تریبون همه کسانی است که خواستار ایرانی آباد و سرفراز هستند، ایرانی شایسته مردم ایران، ایرانی بهره‌مند از منابع ملی. همه اقوام ایرانی، کرد و بلوچ و فارس و بختیاری و ترکمن و تالش و عرب ایرانی و همه ایرانیان بهره‌مند از منابع ایران. سپاس دوباره از شما و این برنامه رو با اجازه شما تقدیم میکنیم به همه کسانی که در چنین راهی جان باختند و از جهان
رفتن در راه سرفرازی. با سپاس و به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی آرزو میکنیم. امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالود و درفک، کوساران تاراز و اونگش و تابشان در فلات ایران زن. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.